به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام سلام دخترها و بچه های گلم خوش آمدین به سال نو تعلیمی و خوش آمدین به تدریس آنلاین ما از طریق تلویزیون امیدوار هستم که یک سال که شما سنف پنج بودین او را به خیر سپری کرده باشین و آمده باشین با خوبی و خوشی و موفقیت وارد سنف ششم شده باشین شما در صنف پنج یک مضمون میخوندیم به نام مضمون دری مضمون دری شما در مضمون دری خوانده بودین هم ند حضرت عثمان اندرت ها، شهد یا اصل سیر علمی اینا را ما و شما در صنف پنجم خوانده بودیم حالا که شما امتحان یک ساله به خوبی سپری کردین و دوباره آمدین به سنف ششم ما و شما هم باز هم یک مضمونه میخوانیم به نام دری برای سنف ششم شما در دری سنف ششم هم موضوعات خوب خوب را میخوانید که بر دانش های, دانش های سال های قبلتان اندوخته میشه و اضافه میشه خب بچه های گلیم یک بار اول من خوده برای شما معرفی میکنم بعد از او از شما معرفت گیرم. بعد از او میریم سر معرفی کتاب مفردات کتاب و بعد از او هم میریم سر اولین درس ما و شما نام من مربح هست تخلصم زیافیزی سی هست ما استاد زبان دری شما در این سال تعلیمی هستم از شما هم بشنوم نامایتانه؟ آها مرسل محمد احمد اوزیر فاطمه به چه نامای خوب و قشنگ دارین دخترا و بچه های گله با هم معرفی شدیم حالا ما و شما کتاب خود ما را معرفی میکنیم کمون کتاب ادبیات دری هست شما در این کتاب درس های خوب خوب خود خواندین در کنار درس خوبتان که می که به خاطر روی خانی شما هست ما و شما به انسان های بزرگ میز آشنا می ما و شما بحث گرامری هم داریم که کامچی هست شارحه چی هست ویرگول چی هست کامی نقطدار یعنی چی هست اینا را انشالله و تعالی ما و شما در درس های امروز خود ما در درس های امسال خود ما و شما خواد خواندیم پیش از اینکه بریم برای روی خانی درس ما از شما یک سوال دارم ما را کی هست کرده؟ طبعا خدا جان هست کرده ما خدا جان باید چی کنیم؟ عبادت کنیم بله ما خدا را باید عبادت بکنیم گپای را که گفته او را چی کنیم؟ او را انجام بتیم گپای را که گفته نکنیم چی باید بکنیم؟ او را باید انجام ندیم پس درسی را که ما و شما میخوانیم از سه کلمه جور شده از سه حرف جور شده از سه حرف جور شده اونا کدام ها هستن؟ هی میم دال پس درس را که ما و شما میخوانیم او درس است به نام هم ما و شما اولین درس خود ما و شما خود ما را میخوانیم که او عبارت از هم است آماده هستین برای روی خانی؟ بچه های گلم یک بار از روی می خوانم. بعد هجابه هجا میخوانم بعد دوباره تکرار می کنم. بعد ما و شما فعالیت های دیگه هم داریم که انشالله و تعالی او را انجام میدیم آماده هستین؟ بکشیم صفحه اول کتاب درس هم بسم الله رحمان الرحیم درس اول هم هدف ما چی است شاگردان متن را درست بخوانند یعنی شما اینمی می شیر را که براتان آورده اینه میره بدون غلطی باید بخوانی مفهوم آن را بدانند یعنی اینمی می شیر چه معنا می تا شما باید بفهمید در مورد بتوانند با دیگران معلومات بدهند مثلا در خانه که رفتین مادر پدرتان پرسان کرد امروز چی خواندین شما میگین هم هم چی است شما باید در موردش گپ زده بتانین و متن را حفظ کنین مثلا استاد بهتان میگه استاد برتان میگه که باید یکی دو خط شیر را از یاد بکنیم و شما او را به خاطر و به یاد داشته باشیم. پس ما و شما چهار عدد داریم شیر درست بخوانیم مفهوم را گفته بتانیم در موردش به دیگران معلومات بدهیم. یکی دو بیت شیر هم حفظ کرده بتانیم سنا و حمد بی پایان خدا را که سنعش در وجود آورد ما را و از آمد حمیدون چشم دارم و از آمد حمیدون چشم دارم که دیگر باز نستانی عطا را ز احسان خداوندی عجب نیست ز احسان خداوندی عجب نیست اگر خط درکشی جرم و خطا را خداوندا بدان تشریف و عزت که دادی انبیا و اولیا را به حق پارسایان کزدری خیش نیندازی من اینا پارسا را خدایا گر تو سعدی را برانی شفی آرد روانی مصطفی را محمد سید سادات عالم چراغ و چشم جمله انبیا را فهمیده شد بچه های؟ برای اونایی که کمک کمک تا مشکل دارن هجا به هجا میخوانم سنا و حمد بی پایان خدا را که سنعش در وجود آورد ما را سنا و حمد بی پایان خدا را که سنعش در وجود آورد ما را وزن آمد وزن آمد همیدون چشم دارم که دیگر باز نستانی عطا ز احسان خداوندی عجب نیست اگر خد در کشی جرم و خطا را خداوندا بدان تشریف و عزت که دادی انبیا و اولیا را به حق پارسایان که از خیش نه یندازی نه یندازی من ناپارسا را خدایا گر تو سعدی را برانی شفی آرد روان مصطفا را محمد سید سادات عالم چراغ و چشم جمله انبیا را چطور از بچه ها و دختران؟ بخونم یک بار دیگه یک بار دیگه هم روانی میخونم ان شاء الله تعالی که در این دور دیگه شما آماده و تیار باشین حمد سنا و حمد بی پایان خدا را که سنعش در وجود آورد ما را و زن آمد حمیدون چشم دارم که دیگر باز نستانی عطا را ز احسان خداوندی عجب نیست اگر خط درکشی جرم و خطا را خداوندا بدان تشریف و عزت که دادی اولیا و انبیا را به حق پارسایان کزدری خیش نیندازی من اینا را خدایا گر تو سعدی را برانی شفی آرد روانی مصطفا را محمد سید سادات عالم چراغ و چشم جمله انبیا را دختر و بچه های گلم سه بار خواندم یک بار با دکلمه خواندم با وزن و قافیه شاعرانه خواندم دفعه دوم هجابه هجا خواندم دفعه سوم چیز وسط هجابه دکلمه شیر خواندم ما و شما انشالله و تعالی که در روی خانی مشکل نداریم پس ما و شما باید چی را بفهمیم حالا آفرین ما و شما آلا باید معنی لغت ها را بفهمیم که روز آینده شعر خوب معنا کرده بتانیم شما بکشین شما یک بار درس از روی بخونین در کنار از او لغات را که نمیفهمین با پنسل کمک تا زیرش خط بکشین از ما سوال بکنین من دوباره برای شما جواباشه میگم و لغت هایی که در کتاب است او را اول میگیم آماده هستیم بچه ها و دخترهای گلم آفرین من میفهمم که شما بسیار لایق و بسیار فهمیده هستیم اولین لغت ما و شما چی باشه؟ اولین لغت ما و شما هست همد 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 هم چی منو؟ همد سناو و صفت خداوند سنا و صفت خداوند جلال جلاله هم بزرگی خوبی تمام گپای خوب 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 ذات پاک خداوند گفتن. آفرید. دو لغت ما و شما هم است سنعه. سنعه. سنعه به معنای آفریدن. سنعه به معنای چی؟ به معنای آفریدن آفریدن یعنی یک چیز را به وجود آوردن دختر و بچه های گله خداوند آسمان ها را چی کرده؟ آفریده خداوند آسمانها را آفریده پرنده ها را آفریده آفرین آفرین خداوند دیگه چی را آفریده بچه های گله بله خداوند حیوانات آفریده شاب باز آفرید خداوند چی را آفریده پرنده های قشنگ و قشنگ و رنگ و رنگ آفریده آفرید خداوند ما انسان ها را آفریده خداوند تمام زمین و کائنات آفریده آفرید پس چی است پس سنعه به معنای آفریدن اینه می که خداوند همه چیز آفریدن لغت دگیمو ما از بنامه عطا 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 به معنای بخشش 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 دگر لغت ما چی هست؟ دگر لغت ما از فضل 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 چی هست؟ فضل احسان احسان چی است؟ بخشش دیگر لغت ما چی هست بچه های گوله؟ همیدون 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 همین دم همچنین معناش چی است همین دم همچنین آفرین دیگر لغت ما چی هست؟ شفی نام پدر ما و شما از ما و شما از یکی ما ممکن شفی باشه پس نام معنای نام پدر ما چی میدانه باشه که نام پدر ما شفی است معناش میدانه شفاعت باشه معناش شفاعت میدانه باشه خب بچه های گلم امروز ما و شما تا شفی شفاعت کننده میخوانیم روز آینده بقیه لغات در معناش کار میکنیم و چی میکنیم اون ما قلقات لغات را که امروز ما و شما درس خواندیم اوره را چی میکنیم او را بیت های شیره معنا میکنیم برای روز آینده کار خانگی شما چی هست؟ کار خانگی شما اول معنای لغات پرسان میکنم گپ دوم برای هر لغتی که امروز ما و شما تا شفیر خواندیم جمله جور میکنیم به خاطر از که شما معنای خوب لغات بفهمید روز آینده بقیه درس همراه ما همراه باشید برای فعلا وقتتان بخیر ایام به با کامتان باشید